پوشش زنان در طی دو دهه اخیر فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است، از رفع حجاب در دوره امان الله خان تا دوران داوود خان و نوع متضاد آن، یعنی برقه در دوران طالبان و اکنون هم آزادی زنان در انتخاب نوع حجاب. در این مورد با علی احمد که یک فروشنده چادر برقه در هرات است مصاحبه کردیم. او از کاهش 50% فروش چادر برقه در هرات نسبت به سالهای اخیر و فرستاده شدن این کالا به دیگر ولایات خبر می دهد. فروش چادر اطراف زیاد می ده. به ولسوالی ها، به ولایت ها، به چیگه به کل افغانستان هرات تولید زیاده. خب مثلا بعد من دیگه از ولایت نفوذ زیاد کنه ادمی جی بده دیگه ولایت می خوبه دیگه فروشاتی. محمود و فرهاد دو تن از شهروندان اهل هرات در حالی که از نامتوازن بودن دوخت و فروش چادر برقه در هرات سخن زده، از اندک شدن میزان مشتریان این پوشش نسبت به سالهای گذشته خبر می دهند. فروش تقریبا 50% شده. 50% شده. برای خانواده چادر استفاده میکنن. هر خانواده چادر استفاده میکنن بخاطر اینکه اکثر خانوما که از وقت ازدواج میکنن، وقت عروسی میکنن، این چادر حتما میخرن. حالا اگر استفاده بکنن یا نکنن چادر میخرن. داخل شهر کمتر ولی اطراف زیادتره. 15 ساله که ما داخل همی کسبیم. فروشاتی هم خوبه. زیاد تیار میکنم. بیشتر میره به اطراف میره. آنان میافزایند که در ماه‌های اخیر و با افزایش احتمالات سهیم شدن طالبان در قدرت، روی افزایش خرید چادر برقه تأثیر داشته است. شماری از دختران در هرات نیز که پوشیدن برقه را حجاب اجباری دانسته میگویند که نگران این موضوع‌اند بار دیگر با آمدن طالبان بحث پوشیدن برقه و چگونگی پوشش زنان اجازه تصمیم گیری و انتخاب پوشش را از آنان سلب شود. حجاب منحصر به این نیست که همیشه ما باید برقه به سر داشته باشیم. میتونیم با پوشاندن، با پوشیدن لباس‌های مناسب تر، با اینکه مثلا حجاب‌های جگه استفاده بکنیم، نه منحصر به یک فقط ما از برقه استفاده کنیم و حجاب خود حفظ کنیم. به نظر من بیشترین فساد به پوشیدن برقه ها وجود داره. خواستیم اینه که به تمام مو مذاکراتی که در قسمت سال میکنن باید تمام خواسته های خانم ها را مد نظر بگیرن که اونا چی خواسته های دارن و باید چی کارکرد های در داخل جامعه داشته باشن. از سوی شماری از فعالان حقوق زن که نگران نادیده گرفتن دستاوردهای نسبی دو دهه اخیر زنانند، پوشش برقه را حجاب اجباری برخواسته از ذهنیت طالبانی عنوان کرده و آن را برایشان غیر قابل قبول میخواند. برحال او چیزی که ما از آموزهای دینی آموختیم همین چیزیه که امروز او را عملی میسازیم. چیزی که طالبان میگن یک چیز افراطی هست، یک حجاب افراطیه که نه در دین و نه در شریعت وجود داره. او تفسیر طالبانیه که از پوشیش یا حجاب اونا دارن و این ما نمیپذیریم. مطمئن باشین که زنان افغانستان زنان دیروز نیستن. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی منابع این گزارش، همکنون روزانه بیش از 200 چادر برقه در هرات دوخته می شود و جالب اینجاست که بیشترشان هم به فروش می رسند. چادر برقه پوششی است که بیشتر مشتریانش را زنان روستایی تشکیل می دهند. اما با آمدن احتمالی طالبان در قدرت، بحث پوشش اجباری و یا همان برقه از سوی این گروه باری دیگر بالا گرفته است. حال زمان لازم است تا دیده شود این گروه با چه رویکردی به این مسئله نگاه خواهد کرد. اما باورها با پیشینه چادر برقه در افغانستان بران است که برقه اساساً لباس و یا حجاب افغانستان نبوده، بلکه به وسیله استیلاگران از پاکستان به افغانستان آورده شده است.